بحث برشک جنجالی الان چندین هفته است که ادامه داره. ابتدا هم گفتیم که دیروز و امروز هم شروع نشده، ریشه در حداقل چند سال گذشته که ببینید این شبکه‌های اجتماعی خیلی باب شدن داره. نکته که الان آقای مشایخی صحبت میکنه که ملت ایران بی ادب نیستن و کار ایرانی نیست. خیلی گفتن که نه بالاخره اینا بی بخششون ایرانی هستن، گفتن نه اینا ایرانی هستن که در خارج از کشورن، ایرانی که در داخلن. شما به لحاظ جامعه شناسی و جامعه شناختی چطور میبینید مسئله ادبیات زشت و سخیفی که در فضای مجازی در این موارد خاص ما داریم صحبت میکنیم، حالا مورد مسی و مواردی که اخیرا پیش اومده، آیا اینها رو میشه تصور کرد که یک سری هیجان‌های آنی است؟ بحثی که در فیسبوک مطرح کردیم، تفریح برای اینکه دیگران توهین کردن در فیسبوک، یه دوست دارن از این فرصت استفاده میکنن، یا بحث این هست یه گفتن کار برنامه‌ریزی شده است، میخوان چهره ایرانی رو تخریب بکنن. ابتدای برنامه آقای فتح‌الله زاده همچنین صحبتی رو مطرح کرده بود، و یا اینکه اساسا یه بحران اجتماعی در فیسبوک و اکثریت گفتن که یک بحران اخلاق اجتماعی رو باش روبرو هستیم. خب حقیقتش اینه که این ماجرا یک چیز نیست، چند چیزه و از ابعاد متفاوتی از جامعه ما میتونه پرده برداری بکنه، به شرط اینکه ما این بار هم سعی نکنیم که آشغاله فرهنگمون رو زیر فرش بکنیم و نذاریم که دیده بشه، مبادا که آبرومون در نزد دیگران بره. این سیاستی است که ما اغلب پیشه میکنیم با روندن این آدما از خودمون و اینکه اینا ایرانی نیستن، مربوط فرهنگ اصیل ما نمیشن، ما فرهنگ چند هزار ساله داریم، امثال اینها، میخوایم مشکل خودمون رو قایم کنیم، پنهان کنیم. پنهانکاری مشکل ما رو حل نمیکنه. حالا که یک بار دیگه این سیل هجوم به صفحات فیسبوکی این مشکل رو به روی ما آورده، بهتره باش روبرو بشیم و ببینیم که این مشکل از کجا برمیخیزه، چرا در فضای مجازی ظاهر میشه و آیا فقط مختص فضای مجازی است یا خیر. گذشته از این، من فکر میکنم بد نیست که ما موضوع رو فقط به زبان فحاشانه و حتاکانه در به اصطلاح فیسبوک تقلیل ندیم، چون از یه سمت میدونیم که این ماجرا فقط به زبان فحاش یا حتی کی ختم نمیشد. اونجا شما میدونید انواع و اقسام چیزها وجود داشت، مثل یک رویداد که همه ظاهر میشن توی اون رویداد برای مقاصد مختلف، آدمای مختلف برای مقاصد متفاوتی اونجا ظاهر شده بودن، از دست فروشی و تبلیغ محصولاتشون بگیرید تا تبلیغ وبسایتشون یا تبلیغ یه سی دی تا حتی دستور طبخ کوکوی عدس، همه اینها رو شما در صفحه لیما و در صفحه مسی هر دو میتونستید ببینید. برای اینکه شلوغ شده، صد و چند هزار آدم اومدن اونجا و بازار بسیار مناسبی است، بنابراین آدمای دیگه برای مقاصد دیگه هم اومدن، بعضی اومدن تفریح میکنن، فقط حرفی میزنن، خاطره میگن، جوک میگن و حضور خودشون رو در واقع در این رویداد اعلام میکنن. اینجا فقط مسئله فحاشی نیست، اما عده همین کارها رو هم گاهی اوقات با زبان حتاکانه میکنن و این زبان اتفاقا برمیگرده به اون چیزی که در جامعه خود ما هم رایجه. شما شاید زیاد دیده باشید رفقای دسته دیزی به اصطلاح، یعنی رفقای خیلی صمیمی که وقتی به هم میرسن با یه زبان حتاکانه با هم صحبت میکنن، اونا احساس توهین نمیکنن از این ماجرا، از دید یک ناظر ثالث و شخص بیرونی ممکن اینا توهین آمیز و حتاکانه و فحاشانه به نظر برسه، ولی اونا گویی دارن با هم شوخی میکنن. یعنی زبان شوخی ما با زبان حتاکانه آمیخته است و وقتی اونجا هم میخوایم شوخی بکنیم، بخشی از این حتاکی رو اونجا بروز میدیم. این حتاکی انتقام از مسی یا آرژانتین نیست، اون زبان معمولی است که ما به کار میبریم، در جامعه هم به کار میبریم. شما در صف اتوبوس، توی تاکسی، توی دعواهایی که تو خیابون اتفاق میفته، تو هر رویدادی، تو استادیوم ها میتونید به خوبی این رو ببینید. بخشی از ماجرایی که سر صفحه مسی اتفاق افتاد، اتفاقا امتداد فرهنگ استادیومی بود، فرهنگی که با نوعی گمنامی توی یک جمعیت عظیم همراهه و اون هنجارهای کنترل کننده رفتار شما گم میشه و بنابراین شما خودتون آزاد و فارغ میدونید از اینکه بخواید هر نوع واکنشی رو نشون بدید، من جمله به کار بردن اون زبان حتاکانه‌ای که 40-50 نفر توی استادیوم نسبت به داور روا میدارن. پس شما اعتقاد ندارید که این کار 135-150 نفر و 60-70 میلیون دیگر گونه دیگر نگاه میکنن ایرانیان؟ ببین اولا چون تعداد خیلی زیاده، شما نمیتونید اینو نادیده
بگید بگی اینا عده معدود هستن و این عده معدود اگه بارها تکرار شدن دیگه معدود بودنشون باید به رخ ما کشیده بشه. ما نمیتونیم بقیه رو منها کنیم بگیم اینا یه مشت آدم مشخص معدودی هستن که با اونای دیگه هیچ ارتباطی ندارن. اینا بخشی از جامعه ما هستن، همونطور که عده‌ای که معذرت میخوان بخشی از جامعه ما هستن، هر دو اینا جزء جامعه ما هستن. اونایی که معذرت میخوان مسئله ما نیستن، ما باید مسئله‌مون رو ببینیم. مسئله ما اونایی هستن که حتی کی میکنن. آیا اینا نسبت به ملت‌های دیگه بیشترن کمترن؟ اصلا مسئله ما نیست. اگر این مسئله ما رنج میده و ناراحتمون میکنه مسئله است، و وقتی به این میزان و این تعداد و به کرات ظاهر میشن و احتمالاً در آینده هم ظاهر خواهند شد، مسئله ما هست و باید بهش جدی توجه کنیم و یافتن تئوری‌های مانند این که اینا سازماندهی شده است، کار حکومت، اینا ایرانی نیستن، اصیل نیستن و امثال اینا به نظر من کمکی به حل مشکلی که ما باش روبرو هستیم و لایه برداری میکنه از جنبه‌های زیرین جامعه ما که بینندگان شما به عنوان بحران اخلاقی ازش یاد کردن نباید بکنه.